چرا نیازمندیم زبان فارسی را پرسونتر، دقیقتر کنیم؟ امروز میخواهم در این باره سخن بگویم. یکی از ویژگی‌های زبان علمی یا دانشی این است که در آن واژه چند پهلو و مبهم به کار نمی‌رود. هر واژه یا درست‌تر ترم، در انگلیسی ترم، اصطلاح، یک معنا را می‌رساند، نه بیشتر. از سوی دیگر در زبان‌های عادی، یعنی نه علمی، حتی در زبان‌های پیشرفته‌ای چون انگلیسی، فرانسه و آلمانی، بسیاری واژه‌ها با بیش از یک معنا به کار می‌روند، زیرا زمینه کاربرد آنها، مثلا متن‌های ادبی، گاهی به ایهام و مجاز و استعاره نیازمند است. به طور کلی زبان‌ها از حیث کارکردشان لایه‌های گوناگون دارند. زبان ادبی یکی از این لایه هاست، زبان شعر لایه دیگر. زبان شعر زبانی است چند پهلو که در آن شاعر به ویژه در تغزل به یاری واژه هایی که از مرز خود در می گذرند هنرمندانه تصویری می سازد که تفسیرهای گوناگون می پذیرد، آنسان که حس خوشایندی در خواننده یا شنونده برمی انگیزد. یکی دیگر از این لایه ها زبان پرسون علمی است، به ویژه در دانش های فیزیکی که پیشرفت های بزرگ امروزین انسان را در زمینه های بیشمار فراهم آوردند. اندیشه پرسون که مادر این پیشرفت هاست، بی وجود زبان پرسون ممکن نبوده. از این رو زبان علمی سهم بزرگی در پیشرفت های ما داشته. بنابراین اهمیت زبان علمی از اهمیت زبان ادبیات و شعر بیشتر نباشد، به هیچ روی کمتر نیست. از سوی دیگر فرهنگ نویسان زبانهای اروپایی چند سده است که روی بگردهای کنسپتهای همگانی زبان کار کردند. از این رو واژه ها در این زبانها کنسپتوالیزه شدند. فارسی به چنین کاری نیاز دارد. فارسی از مشروطه به بعد گام‌های بزرگی در راه داشتن زبان علمی و اندیشه پرسون برداشته، ولی هنوز راه دراز است و دشواری‌ها بسیارند. با این حال همکنون فارسی در بیان دانش‌ها بسیار تواناتر از زبانی چون عربی است. برای توانمندتر کردن فارسی در بسیاری موردها زبان علمی فارسی ناچار است برای روشن شدن واژه‌های چند پهلویی را که شناخته همگانند با واژه‌های تازه ولی بی ابهام جایگزین کند. یکی از این واژه‌ها که در زبان علمی فارسی با آنها مسئله داریم واژه تاریخ است که دست کم به سه معنا به کار می‌رود. معنای یکم تاریخ دانش یا توصیف رویدادهایی است که در گذشته در اجتماع انسانی پدید آمدند. این را در انگلیسی history میگویند که سرانجام از یونانی هیستوریا میآید. این واژه تقریبا در همه زبانهای اروپایی و تلفظهای گوناگون به کار می رود، جز در آلمانی. در آلمانی به تاریخ geschichte میگویند. معنای دوم تاریخ در فارسی به گاه شماری مربوط می شود. در این معنا تاریخ راجمان یا سیستمی است برای نگاه داشتن حساب زمان نسبت به مبدأ خاص، مانند تاریخ هجری، تاریخ یزدگردی، تاریخ مسیحی و دیگرها. بعید نیست که بسیاری کسان این تاریخ را با تاریخ به معنای دانش رویدادها در ذهن خود مخلوط کنند. در انگلیسی به این بگرد کنسپت ایرا میگویند که در زبانهای اروپایی با تلفظهای کمابیش متفاوت به کار میرود. در فارسی بهتر است به جای تاریخ در این مورد واژه گاه شمار یا دوران را به کار ببریم. کاربرد سوم تاریخ در زبان فارسی برای مشخص کردن روز معینی از ماه و سال است. مثلا میگوییم در تاریخ 27 خرداد 1398. در انگلیسی به آن دیت میگویند، همچنان که در زبانهای دیگر اروپایی با تلفظهای گوناگون، به استثنای اسپانیایی که به آن فچا میگوید.
پس می‌بینید که ما در فارسی واژه تاریخ را برای سبگرت کنسپت گوناگون به کار می‌بریم. به همین سبب بسیاری فارسی زبانان تفاوت‌های میان این سبگرت را درست نمی‌فهمند. این وضع اشکال دارد، زیرا سخن را چند پهلو و ناروشن می‌کند. به ویژه در اخترشناسی این هر سبگرت به کار می‌روند و به کار بردن یک واژه برای آنها از نظر ترمشناسی پرسون دقیق نیست، باعث اتلاف وقت و هدر رفتن انرژی فکری می‌شود. یک نمونه از این مسئله ها این است که ما نمی‌توانیم عبارت انگلیسی زیر را درست به فارسی برگردانیم. Important dates in history، ترجمه آن می‌شود تاریخ‌های مهم در تاریخ. در این عبارت تاریخ اول به معنای زمان رویداد است، تاریخ دوم به معنای دانش رویدادها. معمولاً در چنین موردهایی مترجم از روبرویی با مسئله می‌گریزد و ترجمه می‌کند روزهای مهم در تاریخ. این گونه برخورد ظاهراً همه پسند و همه فهم است، ولی پاسخگوی نیازمندی‌های اندیشه ژرف نیست. سرهمبندی است، گونه‌ای کلاه گذاشتن سر خود و دیگران است، چون روز و دیت یکی نیستند. اما راه حل چیست؟ نخست ببینیم که واژه تاریخ از کجا آمده. جوالیغی، ادیب و لغتشناس عرب که در سده پنجم هجری در بغداد میزیست، بر آن است که تاریخ ریشه عربی ندارد و مسلمانان آن را از اهل کتاب گرفتند. جلال الدین سیوطی، ادیب معروف مصری که در سده نهم هجری در قاهره میزیسته، در کتاب المظهر میگوید که تاریخ واژه‌ای است عربیده، یعنی معرب. چون که میدانیم عرب‌ها دارای حساب نگاه داشتن رویدادها نبودند. تاریخ هجری یا اسلامی را خلیفه عمر برپا کرد، آن هم به یاری ایرانیان. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه به داستانی اشاره می کند که به دنبال آن عمر تصمیم گرفت تاریخ اسلامی را برپا کند. می گوید قباله یا براتی را نزد عمر ابن خطاب آوردند که موعد پرداخت آن ماه شعبان بود. عمر گفت که مراد کدام شعبان است؟ آیا این شعبان که در آنیم یا شعبان آینده؟ پس اصحاب را جمع کرد و در این کار با ایشان مشاوره کرد و گفت این حیرت را که در امر زمان برای من روی داده رفع کنید. اصحاب گفتند ما باید چاریان را از عادت ایرانیان به دست آوریم. هرمزان را حاضر کردند و این اشکال را به دو باز گفتند. هرمزان گفت ما ایرانیان را حسابی است که ماه روز میگوییم، یعنی حساب ماه ها و روزها، و چون این لغت را تعریب کردند مورخ شد و مصدر آن را تاریخ قرار دادند. و هرمزان چگونگی استعمال تاریخ را و آنچه را که رومیان مانند آن را به کار می‌بندند برای ایشان شرح داد. عمر به اصحاب گفت که برای مردم تاریخی وضع کنید که به کار ببندند. پس بنابر ابو ریحان واژه تاریخ از واژه پهلوی ماه روز گرفته شده. اما برخی برانند که واژه تاریخ عربی است. برای نمونه ابو نصر اسماعیل جوهری، عالم معروف لغت عرب که ایرانی است و در سده چهارم هجری میزیسته، ریشیان را عرخ یا ارخ به معنای گوساله گاو وحشی دانسته. حتما از این ریشه شناسی در شگفت شده اید. میگوید رابطه تاریخ با این معنا آن است که مانند تولد گوساله گاو وحشی حادثه ای پدید می آید. ولی باید گفت زاده شدن هر جانور یا انسانی رویدادی است. چرا از میان این همه گوساله گاو وحشی را گرفته است؟ به گمان من این هم از ریشه شناسی های من درآوردی است. از مطلب خود دور می شویم، ولی اشاره کنم که ابو نصر اسماعیل جوهری در فاریاب زاده شد، به بغداد و شام و حجاز سفر کرد و در نیشابور درگذشت. او نخستین کسی است که واژه های عربی را به ترتیب حرف های هجا مرتب کرد. همچنین نوشتند که علم عروض را تکمیل کرد. می گویند در پایان عمر به اختلال حواس دچار شد و به خیال پرواز افتاد. دو لنگ در را زیر بغل گرفت و از محل بلندی خود را به پایین انداخت و درگذشت.
کسانی هم ریشه واژه تاریخ را در زبان‌های دیگر سامی مانند اکدی، آرامی، اوگاریتی و عبری جستند. برخی پیشنهاد کردند که تاریخ می‌تواند با واژه عبری یرخ به معنای ماه هم ریشه باشد. مسئله این است که خود عبری اصلا واژه‌ای برای تاریخ نداشته و ندارد. در عبری نوین که همکنون به کار می‌رود به تاریخ هیستوری می‌گویند که از زبان‌های اروپایی گرفتند. نتوانستند چنین واژه‌ای را در عبری کلاسیک پیدا کنند. نکته دیگر این است که اصیل‌ترین واژه‌های عربی دارای همتای عبری‌اند. واژه عربی که همتای سامی همریشه با آن نداشته باشد مانند تاریخ به احتمال بسیار عربی نیست. به هر حال هرچه باشد ریشه واژه تاریخ عرب‌ها تاریخ و تاریخ نویسی نداشتند. این گونه موضوع‌ها را از مردمی که دارای تمدن و فرهنگ کهن و پرباری بودند به ویژه ایرانیان آموختند. نخستین کتاب‌های مهم تاریخ در عربی را ایرانیان نوشتند. تاریخ طبری که ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری در آغاز سده 4 هجری نوشته نخستین تاریخ جامع به زبان عربی است. این کتاب یکی از کهن‌ترین تاریخ‌های عمومی در جهان است و از نظر تاریخ پیش از اسلام ایران اهمیت دارد. طبری در آمل زاده شد و مانند بسیاری چهره‌های برجسته ایرانی بعد از اسلام سنی مذهب بود. چنان که دیدید نام نیا یا جدش یزید بوده است. در هر صورت هرچه باشد ریشه واژه تاریخ ما آن را در فارسی به کار می‌بریم و من قصد ندارم واژه دیگری را جانشین آن کنم، به ویژه آنکه فردوسی آن را به کار برده. نبشته بر آن حقه تاریخ آن پدیدار کرده پیو میخوان. منتها معتقدم که باید برای تواناتر کردن زبان معنای واژه تاریخ را محدود کرد. بهتر است که ما تاریخ را تنها در برابر واژه هیستوری یه انگلیسی یعنی برای دانش تاریخ به کار ببریم. هیستوری در زبان‌های اروپایی اصلا از یونانی می‌آید، از هیستوریا به معنای جستجو، پژوهش، دانشی که از جستجو به دست می‌آید. این واژه یونانی به لاتین رفت و به معناهای جستجو، پژوهش، توصیف، نقل داستان به کار گرفته شد. فرانسه آن را از لاتین گرفت و در سده 13 به انگلیسی داد. در آن زمان معنای هیستوری در انگلیسی داستان بود. نزدیک به 200 سال طول کشید تا در سده 15 معنای دانش رویدادهای گذشته و ثبت آنها را به خود گرفت. معنای داستان را هم حفظ کرد ولی در واژه ستوری که دیسه دیگری است از هیستوری. همون موقع که مسلمانان فلسفه و دانش را از یونانیان می‌آموختند، واژه هیستوریا هم به عربی وارد شد. این همون واژه اسطوره است که امروزه در فارسی هم به کار می‌رود. به هر حال، همکنون در فارسی در برابر واژه هیستوری تاریخ را به کار می‌بریم. تاریخ پس از انقلاب‌های دانشی و فرهنگی سده‌های 16 و 17 به صورت دانش انسانی بسیار گسترده‌ای با شاخه‌های فراوان درآمده. در سخن امروز قصد ندارم به جنبه‌های گوناگون دانش تاریخ بپردازم. گفتارم تنها درباره واژه تاریخ است. گفتم که ما تاریخ را در چند معنا به کار می‌بریم که باعث سردرگمی و اتلاف وقت می‌شود. همچنین گفتم که ما در ترجمه عبارت important dates in history دچار اشکال می‌شویم، چون برای دیت واژه مستقلی نداریم. من در اخترشناسی برای دیت واژه گاه داد را به کار می‌برم، از گاه زمان و داد یعنی دادی شده. این واژه از ریشه شناسی دیت گرته برداری شده. دیت در انگلیسی از فرانسه کهن دت می آید که فرانسه خود را از لاتین داتوس گرفته. داتوس به معنای داده است و با دادن فارسی همریشه است. این نامگذاری در لاتین از اینجاست که رومیان در پایان پیام ها یا سنت ها می نوشتند داتوس، یعنی داده شده، به قاصدی که آنها را می برد. ولی این داده شده رفته رفته معنای زمان داده شده به خود گرفته.
پس اگر گاهداد را بپذیریم، ترجمه عبارتی که در آغاز پیش آوردم، یعنی important dates in history، می شود گاهدادهای مهم در تاریخ. گاهداد یا دیت می تواند فقط سال را نشان دهد. نمونه 1789 معروف ترین گاهداد در تاریخ فرانسه است، یا می تواند پرسونتر باشد و روز و ماه را هم بگوید. نمونه آتش زدن سینما رکس آبادان در گاهداد 28 مرداد 1357 روی داد. در اخترشناسی به واژه گاهداد نیازمندیم، زیرا نپاهش ها را با گاهداد بسیار پرسونی ثبت می کنیم که در آن لحظه های نپاهش را می توان نشان داد. گاهداد جولیان که نباید آن را با گاه شمار یولیایی اشتباه کرد، راجمانی است که ماه و سال ندارد، تنها روزها را نشان می دهد. آغاز این راجمان ساعت 12:01 ژانویه سال 4713 پیش از میلاد است. بنابراین ساعت 12 به وقت جهانی روز 16 ژوئن سال 2019، یعنی روز پخش این گفتار از تلویزیون، می شود 2,458,651 روز در گاهداد جولیان. هر لحظه ای که از ساعت 12 می گذرد، کسری از روز به این گاهداد افسوده می شود. گاهداد جولیان همچنین متغیر زمان در بسیاری محاسبه های اخترشناسی است، و چون به هفته و ماه و سال بستگی ندارد، در اخترشناسی بسیار سودمند است. ممکن است این پرسش پیش آید که چرا همون واژه ماه روز را به کار نبریم؟ پاسخ این است که در عمل دشواری پدید می آورد، زیرا واژه های ماه و روز در آن بسیار هویدایند و این باعث تکرار مخل می شود. به این نمونه ها توجه کنید. به جای این جمله گاهداد آن روز چه بود، باید گفت ماه روز آن روز چه بود. در این جمله روز تکرار می شود که چندان زیبا و عملی نیست. نمونه دیگر، به جای آن روز چه گاهدادی از ماه بود، باید گفت آن روز چه ماه روزی از ماه بود، که سرگردان کننده است. وقت ما به پایان رسید. در این گفتار به جنبه های گوناگون دانش تاریخ نپرداختم. بگذاریم آن را برای آینده.